زمانی که شخصی بخش اعظمی از زندگی خود را در راه کسب علم و دانش صرف کرده انتظار دارد، در کنار گسترش فعالیت‌های علمی خود امکان کسب درآمد مطلوب نیز برای او فراهم باشد. اما زمانی که فرد در تأمین حداقل‌های زندگی مانند پرداخت اجاره منزل با مشکل مواجه باشد و یا موفق به داشتن شغل مناسبی در کشورش نباشد، انتخابی جز مهاجرت برای او باقی نمی‌ماند. طی سالهای اخیر ایرانیان مهاجر زیادی در سطح عناوین مهم سیاسی اجتماعی در دیگر کشورها نقش‌آفرینی نمودند که این امر می‌تواند از سوی تهدید و از سوی دیگر فرصت به شمار رود. گزارش سعید بهاری را با هم ببینیم. در تمام دنیا مهاجرت از یک کشور به مقصد دیگری یک روال عادی به شمار می رود. تمایل به زندگی در کشور دیگر را می توان یکی از حقوق اولیه بشر عنوان کرد. اما در عین حال مهاجرت نخبگان و نیروی کار متخصص به عنوان سرمایه اقتصادی از یک کشور که آمارهای نگران کننده‌ای داشته باشد را نمی توان یک امر معمول دانست. ایران از جمله کشورهایی است که نیروهای جوان و نخبه فراوانی در آن وجود دارد و مشکلات اقتصادی یکی از مواردی است که موجب شده طی سالهای اخیر شاهد رشد مهاجرت نخبگان از این کشور باشیم. آمار دریافتی از اداره کل گذرنامه در بازه زمانی سال 1380 تا مرداد 1399 در مورد دانشجویان و رتبه های برتر کنکور تحلیل شد. این آمار نشان میداد 15 تا 37% از رتبه های 1 تا 1000 آزمون سراسری مشمولان بنیاد ملی نخبگان و المپیادی ها مهاجرت کردند. نکته جالب توجه اینجاست که صحبت از مهاجرت در بین کودکان، نوجوانان و جوانان رواج پیدا کرده و علاوه بر نخبگان دارای مدارج بالا و یا کسانی که برای تحصیلات دانشگاهی به دیگر کشورها مهاجرت می کنند، طی سالهای اخیر حتی از دوران دبیرستان شاهد هستیم که سودای مهاجرت در سر می پرورانند. خانواده های زیادی حاضرند سالانه 17,000 دلار یا بیشتر پرداخت کنند تا فرزند دانش آموزشان در خارج از کشور تحصیل کند و مجبور نباشد به سربازی برود و کنکور بدهد. محتوای کتب درسی و محدودیت هایی که آموزش و پرورش بر کودکان تحمیل می کند در کنار وخامت اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران از مهمترین دلایل افزایش تمایل دانش آموزان به تحصیل خارج از این کشور است. از سوی دیگر گرچه طی سالهای اخیر درباره مهاجرت پزشکان مطالب زیادی منتشر شده، اما آنچه که به اندازه مهاجرت پزشکان مهم است و شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته، مهاجرت گروه‌های پیراپزشکی خصوصا پرستاری است. در ایران آمار مهاجرت پرستاران دقیق و شفاف نیست، اما محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار ایران میگوید دست کم سالانه 2500 تا 3000 پرستار از این کشور مهاجرت میکنند. علاوه بر اینها اخباری نیز دریافت شده که حکایت از آن دارد که اکثر رفوگرها، طراحان و بافندگان فرش دست باف ایران نیز مهاجرت کردند. به دلیل ارزانی نیروی کار و شرایط ثابت بازار سرمایه گذاری در هندوستان، برخی از بازرگانان ایرانی هم سرمایه های خود را به این کشور برده و از طریق نیروی کار هندی اقدام به تولید و صادرات می کنند. مدیران برخی شرکت هایی که کار مهاجرت انجام می دهند اعلام کردند که در گذشته هفته‌ای 30 تا 40 درخواست برای مهاجرت داشتند که از سوی افرادی با تخصص های بالا ارائه می شد. اما در شرایط فعلی تعداد این درخواست ها برای این شرکت های معمولی به 180 درخواست رسیده است که نشانه از افزایش میل به مهاجرت در ایران دارد. و جالب است در میان متقاضیان مهاجرت از لوله کش تا کابینت ساز و آشپز و برقکار و آرایشگر نیز دیده می شود. این یعنی اگر تا دیروز فقط درس خوانده ها میخواستند از ایران بروند، امروز صاحبان حرفه نیز متقاضی مهاجرت هستند. مهاجرت فعالان سیاسی، مدنی، دانشجویی و رسانه‌ای هم پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال 84 آغاز و از سال 88 به این سو پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری آن سال شتاب بیشتری به خود گرفت، به گونه‌ای که بسیاری از نخبگان سیاسی و روزنامه نگاران ایرانی را به دلیل فشارهایی همچون زندان و بسته شدن مطبوعات و رسانه ها و سانسور آنها در داخل این کشور و برخی دیگر از محدودیت ها به کشورهای دیگری سوق داده است. علاوه بر نقش‌آفرینی ایرانیان مهاجر در خارج از این کشور در فضاهای علمی و آکادمیک و اقتصادی دیگر کشورها و عرض اندام به عنوان نخبه علمی و فعال اقتصادی که در دهه‌های گذشته نمونه‌های متعدد آن را شاهد بودیم، طی سال‌های اخیر ایرانیان بسیاری در لایه‌های سیاسی اجتماعی دیگر کشورها هم نقش‌آفرینی نمودند، تا آنجا که شاهد حضور ایرانیان در سطح مشاغل مهمی همچون عضو شورای شهر، شهردار، نماینده پارلمان، رئیس پارلمان، وزیر، دبیر کل حزب سیاسی و دیگر مناصب هستیم که همه اینها حکایت از استعداد شگرف ایرانیان دارد. برخی از صاحب نظران این رخدادها را این گونه تحلیل و تفسیر می کنند که اگر این نخبگان در داخل ایران بودند می توانستند تأثیر بیشتری برای پیشرفت و آبادانی این کشور داشته باشند، اما در مقابل عده‌ای معتقدند چون این فرصتها در داخل ایران چه به نخبگان و چه فعالان اقتصادی و همچنین کنشگران سیاسی، اجتماعی و مدنی فراهم نیست، چاره‌ای جز بروز این استعدادها در دیگر کشورها وجود ندارد. مرگ نخبگان در خارج ایران هم نکته‌ای تکان دهنده بود که این روزها با شنیدن خبر درگذشت تعداد قابل توجهی از آنها این موضوع بیشتر جلوه‌گر شده است. بازیگران، نویسندگان، شاعران و اندیشمندان و صاحب نظران بنامی که خبر درگذشتشان بسیاری را در شوک فرو برد و داستانی که همچنان ادامه دارد. سعید بهاری، اخبار شیعه. سید احمد شمس، فعال و تحلیلگر سیاسی از آنکارا با ما همراه هستند. آقای شمس سلام، وقت شما بخیر. خدمت شما و همه بینندگان عزیز و عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت جوادالائمه در خدمت شما هستم. زنده باشید. دلایل مهاجرت نخبگان ایرانی به دیگر کشورها از نظر شما چیه؟ بفرمایید. عرض به خدمت شما که بحث مهاجرت نخبگان ایرانی و کسانی که به دنبال کسب علم و دانش از دیگر کشورها و کشورهای پیشرفته بودند، خب سابقش به قبل از پیروزی انقلاب برمیگرده، اما خب شرایطی که در پیش از پیروزی انقلاب وجود داشت متفاوت بود. نخبگان بیشتر برای کسب دانش و تکنولوژی به دیگر کشورها میرفتند و بعد از اون که به مدارج عالیه میرسیدن قسمت اعظم اونها به کشور باز میگشتن. اما پس از پیروزی انقلاب یک روند پرشتابی رو شاهد هستیم که در دهه اول بعد از پیروزی انقلاب قطعا ماجرای سیاسی در این زمینه نقش داره. نگاه‌های تند و افراطی و هیجانی که در ابتدای پیروزی انقلاب وجود داشت، بسیاری از نخبگانی که هیچ گونه مشکلی هم نداشتند در گذشته به صرف اینکه یک عکسی با یک مقام دولتی یا یکی از خاندان پادشاهی داشتند، اتهام‌هایی به اونها وارد می‌شد و فضای خدمت رسانی به اونها در داخل کشور میسور نبود. به همین دلیل و به همین دلیل‌های ساده ما شاهد از دست دادن نخبه‌های زیادی بودیم که از کشور خارج شدند. البته بعد از دوره اصلاحات، در 8 سال دوره اصلاحات، یک مقداری این روند متفاوت شد و شاهد بازگشت برخی از نخبگان به کشور بودیم و اتفاقهای خوبی افتاد. اما همونجور که در گزارش اشاره شد، بعد از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد و به ویژه بعد سال 88 دوباره این اتفاق روند رو به تزایدی گرفته و همچنان دلیل سیاسی دلیل اول مهاجرت نخبگان است. اما در عین حال در کنار دلیل سیاسی که دلیل مهمی هست، کمبود امکاناتی که در داخل کشور وجود داره، فضای تحریمی که سایه انداخته بر کشور و امکان خدمت رسانی مطلوب رو به یک نخبه در داخل کشور فراهم نمیکنه، امکان فرصت مطالعاتی که شاید در داخل کشور فراهم نیست و در دیگر دانشگاه ها و مراکز اکادمیک در خارج از کشور به نحو مطلوب تری فراهم هست، همه اینها و همچنین شرایط رفاه اقتصادی که در خارج از کشور برای یک نخبه بیشتر فراهم هست، همه اینها عواملی هستش که باعث میشه که نخبگان ایرانی ترجیح بدن که در داخل کشور نمانند و امکان خدمت رسانی و استفاده از اون توانمندی خودشون رو در دیگر کشورها بیازمایند. بله، مهاجرت نخبگان از نظر شما فرصت برای کشور محسوب میشه یا تهدید؟ قطعا در شرایط عادی فرصت هست. یعنی اگر ما یک شرایط عادی داشته باشیم در کشور، حتما مهاجرت نخبگان برای علم آموزی و کسب تکنولوژی از دیگر کشورها فرصت هست. کما اینکه تو آموزه های دینی هم بحث مهاجرت به منظور کسب علم توصیه شده. رسول خدا فرمودن اطلب العلم ولو بسین. چین چون در اون زمان دورترین کشور تلقی می شده، حضرت اشاره به این نکته دارن که حتی برای علم آموزی به یک کشور دوری مثل چین هم برید و علم رو بیاموزید. طبیعتا تو چنین شرایطی اگر این مهاجرت به این منظور باشه فرصت تلقی میشه. اما در شرایط موجود که متاسفانه این مهاجرت ها بدون بازگشت هست و ما شاهد این هستیم که اکثر نخبه هایی که از کشور خارج میشن دیگه بازگشتی برای اونها متصور نیست و در آمارها میبینیم که نخبگانی که تو المپیادها در کنکورها رتبه های اول تا دهم رو کسب میکنن، بیش از 95% اونها امروز دارن در کشورهای خارج و در دانشگاه‌های خارج از کشور تو مدارج بالا خدمت میکنن. خب طبیعتاً این مهاجرت ها نه تنها فرصت نیست که تهدید محسوب خواهد شد. برخی معتقدند که لازم است نخبگان برای پیشرفت و آبادانی مملکت به کشور برگردند. نظر شما در این باره چیه و آیا شما شرایط کشور را برای این مسئله مناسب و مساعد می‌دانید؟ قطعاً اگر شرایط مساعدی در کشور فراهم بشه، کما اینکه اشاره کردم در دوره اصلاحات یک مقدار این شرایط فراهم شده بود، ما شاهد این بودیم که برخی از نخبگان مثل های دکتر سمیعی برگشت به ایران یا حداقل یک حضور مقطعی داشت و بخشی از دانش خودش رو تونست به ایران عرضه بکنه. آقای پروفسور توماج از کانادا برای سلول، برای ارائه دانش خودش در زمینه سلول های بنیادی به ایران مراجعه کرد و بخشی از دانش خودش رو عرضه کرد به انستیتو پاستور. همچنین آقای پروفسور نادری هم دیگه در بحبوحه این شرایط بود که با موافقت مسئولان کشور در حال سفر به کشور بود که یک مدرسه هوافضایی رو در کشور تأسیس بکنه که بتونه سال یک بار اینجا مسافرت بکنه و از دانش ایشون بتونن دانشمندان کشور و علم آموزان کشور استفاده بکنن. خب طبیعتاً این بازگشت میسور هست و مفید هست. اما متاسفانه همینجور که در سوالهای قبلی اشاره کردم، علاوه بر شرایط سیاسی که خودش مانع بزرگی است که بسیاری از نخبگان به دلیل سیاسی از کشور خارج شدن، دلایل اجتماعی و اقتصادی و تحریم‌هایی که بر کشور آرز شده، همه اینها باعث شده که امکان این که این نخبه ها بیان علم خودشون رو، دانش خودشون رو عرضه بکنن، به دلیل کمبود امکاناتی که در کشور و در فضای آکادمیک هست قطعا براشون وجود نداره. اگر شرایط عادی و نرمالی باشه قطعا بهتر است برگردن، اما این شرایط فعلا به نظر نمیرسه که میسور باشه. بله، با تشکر از سید احمد شمس که از آنکارا با ما همراه بودند.